یه سلبریتی میاد یه مزخرفی راجع به هشت و شعبی مینویسه. هیچ کی حالیش نیستش که نیروهای بسیج عراق، مردمی عراق وقتی اومدن تو سیل کمک کردن. احمق ها، میدونید چه پیامی ما به دنیا دادیم؟ پیام دادیم که اینها با لباس نظامی اومدن تو سیل ما خدمت کردن، فردا عربستان دست دست با خطا بکنه اینا خاک عربستان رو خواهند گرفت. شما میدونید عربستان در آستانه حمله به ایرانه؟ میدونید اینا دارن صدام جدید درست میکنن؟ یکی از جایی که عربستان خیالش راحته اینه که ایران مرز زمینی با عربستان ندارد که برود نیرو تصرف کند اونجا رو. مرز دریایی بینشون 50 تا ناو فرانسوی، انگلیسی، آمریکاییه، فقط میمونه هوایی. تو موشک داری که آمریکا از خداش، اسرائیل از خداش که موشک‌های ایران سر عربستان خالی بشه، همونطور که انبارهای خرید نظامی شاه سر عراق خالی شد. و فراموش نکن هیچ وقت به اندازه عربستان خرید نظامی نکردی. 500 میلیارد دلار قراردادهای نظامی بسته، انواع سپرهای موشکی رو داره میخره، از S-400 روسی تا پاتریوت آمریکایی. این برای کی خودش رو داره آماده میکنه؟ برای یمن؟ موشک دانگفنگ 3 چینی 2000 کیلومتر برد داره، 2000 کیلومتر یمن رو میخواد بزنه که جنوب خودشه؟ باید میفهمید که اگه دست دست با خطا بکنه زمینی هم این اتفاق خواهد افتاد. ما آدمهایی داریم که، نیروهایی داریم که اینها دلشون به دل جمهوری اسلامی بنده. خب بعد یوی شما دیدی که شروع کردن یه مش اراجیف گفتن آه. بعد اومدن یه دونه اکانت فیک ساختن، همین الان عکس شما سرچ بزن توی اینترنت حجت الاسلام و المسلمین، 10000 تا چهره روحانی میاد بالا. اون صفحه 50 گوگل یه دونه عکس بردار، یعنی آدم معروفی نیست. خب 50 گوگل یه دونه عکس بردار، یه اسم بذار مثلا چه میدونم، اگه بعضی از اینا انقدر ابلهن، انقدر احمقن تا به این سرا، من یه سری الفاظ رو استفاده کنم که نمیتونم، انقدر بی شعورن که مثلا یه بار عکس یه روحانی با عمامه سفید شیخ گذاشته بودن، زیرش نوشته بودن سید محمد مثلا حسینی، اصلا فقط سید و شیخ رو نمیفهمیده طرف. خب اومدن چیکار کردن اینا؟ مثلا یه باز آپدیت شدن فهمیدن نه سید دیگه عمامش مشکه. اومدن یه دونه گذاشتن هم سید مصطفی حجازی که آی مردم بلند شید برید، دختران شیعه برید صیغه این بسیج مردمی عراق بشید که اومدن دارن سیل زد. آخه تو اون وسط سیل اون بنده خدا فرصت ندارن برید ببینید سیل چه خبر، نرفتید خیلی تو مناطق سیل زده، بعد برید ببینید بچه‌های هستن اونجا صبحونه نهار شامشون شده یه بعد غذا دارن زحمت میکشن. بعد خانم مثلا مهناز افشار میاد به این توییت استناد میکنه، یعنی این اصلا ذره طرف سواد رسانه‌ای داشته باشه؟ اصلا اینقدر حرفا سخیفه که اصلا تو حرفا که تو توییت نمیشه اصلا وجود خارجش. بعد اون روحانی که عکسشو استفاده کرده بودن حاج آقای دریاباری تو شماله، بنده خدا مجرا دوربینی گفت آقا با ما اصلا توییتر ندارم، من نمیدونم اینا کیان، مثلا قابل اجازه نیست، این اراجیف چیه نوشته شده؟ عکسی از بنده با متنی بسیار غیر اخلاقی و اسمی مستعار که به نام مصطفی حجازی است در فضای مجازی منتشر شد که اساساً دروغ محض و ربطی به بنده نداره. بنده اصلاً توییتر ندارم. نتیجه‌اش چی شد؟ 4 تا لات، 4 تا شعبون بیمخ، حرف پری بلنده رو به گوش جان نیوش کردند. زمان مصدق هم همین بود. یه خانم اینا رو تحریک می‌کرد. چی شد؟ زدن یه طلبی رو تو همدان کشتن. گفتن چرا کشتی؟ گفت در دفاع از ناموس ایرانی. دوستان امروز گفتن که تو همدان یه آدم جانی کشته شد، جانی یعنی آدم کثیف و منفور یا آخوند به دست آقای بهروز حاجیلو رفیق خدا بیامرز وحید مرادی. آقا بهروز دست در نکنه، درسته، کار درستی کردید. شما امروز یه آخوندی کشتین که فتوا داده بود که به ناموس ایرانی خب بعد تجاوز بشه از طرف هشت الشعبی، یعنی گفته بود که جهاد النکاح کنن با مردم ایران، صیغه کنن، به دستور داده بودن، پستاشون هم هست. دمت گرم، خوب کاری کردی کشتیش و درود بر شرفت. عجب اون خون گردنت، خون آدم کشتی، آدم کشتی. یکی آمره، یکی عامله، یکی دستور میده که میری میکشه، که امر جدی رفته کشته.